گشایش مرکز 200 بستر برای تداوی بیماران معتاد به مواد مخدر در بلخ. این مرکز که با هزینه بیش از 10 میلیون افغانی از سوی حکومت افغانستان ساخته شده، میتواند در جریان 45 روز فرصت تداوی 450 بیمار بی سرپرست را فراهم کند. سرپرست ریاست صحت عامه بلخ میگوید همزمان با افتتاح این مرکز درمانی، روند جمع‌آوری معتادین نیز از بخش‌های شهر مزار شریف آغاز می شود. ارقامی که ما از شهر مزار شریف داریم بین 850 تا 1000 معتاد بی سرپناه در شهر مزار شریف زندگی می کنند که انشالله با فعال شدن از این درمانگاه کمپاین رسمی جمع‌آوری معتادین به زودترین فرصت ممکنه، البته بعد از سفارشاتی که جناب والی صاحب خواهد داشتند، در قسمت بهبودی از این برنامه آغاز خواهد شد. هزینه فعال شدن از این مرکز در حدود 10.5 میلیون افغانی است که از طرف دولت افغانستان تمویل شده است. در همین حال والی بلخ ایجاد این مرکز درمانی را برای کاهش معتادین از سطح شهر مفید بیان کرده میگوید در روند جمع‌آوری این افراد و برای درمان آنان با مسئولان صحی همکاری همه جانبه خواهد کرد. در جمع‌آوری از یا کاملا ما هدایت میتونم که همکاری فوق‌العاده بکنن، شما یک برنامه را طرح بکنین و روی او برنامه تان که در قدم نخوض 200 نفر بستر میشه و بعدا میشه که او یک دور که تبابت شد و دور دوم به چه شکلی که شما در نظر دارین شما آمادگی خود نشان بدین و ما انشالله هدایت میتونم که دوستا با شما همکار فوق‌العاده بوده باشه. مسئول بیمارستان‌های معتادین صحت عامه بلخ از افزایش افراد معتاد به مواد مخدر در این ولایت ابراز نگرانی کرده میگوید به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر تعداد معتادین در حال بیشتر شدن است. ما مریضا را تداوی میکنیم ولی بازم دسترسی به مواد مخدر در هر جایی که بخواین مشکلات وجود داره. بدون شک در قسمت مسئولین امنیتی مقامات زیسالا با ما سخت همکار هستند. اونا در گرفتاری قاچاق برای مواد مخدر در کشتش در ایگپا هیچ نوع سعی تلاش اینا دریغ نورزدن، ولی باز هم دسترسی وجود داره که وقتی که ما مریض تداوی میشه بعد از 45 روز اکثریت مریضای ما پس دوباره مواد مخدر مصرف میکنه. از سوی هم شمار از معتادین که در شرایط نامناسب زندگیشان را سپری میکنند از ایجاد این مرکز ستایش میکنند. پیشک زدنک نمیشه، باید معتادین زیر لطکوب نگیره، باید محبت شود که این معتادین به خاطر همین مریضی که نو آمده کرولا به خاطر زمین همین مردم ها را جمع آوری کنن دیگه در جای جور کنن برزنا که به خاطر ما از همین مرضای دیگه که آمده کرولا از این نجات پیدا کنیم که دوچار از این دردان نشیم. با آنکه مسئولان صحی از تلاش‌ها برای درمانی این افراد در شرایط موجودیت 4 مرکز درمانی سخن میزنند، اما دیده می شود که آمار بیماران معتاد در بلخ در حال افزایش است. بر اساس گزارش‌های نشر شده در حال حاضر بیش از 100,000 معتاد در بلخ وجود داشته که از این میان نزدیک به 10,000 تن آنان افراد بی سرپرست هستند که در روی جاده‌های شهر مزار شریف زندگی می کنند.